در معیارهای اندازه‌گیری ارزش‌های مطلق در هستی، ظهور نور هدایت الهی در فطرت انسان کامل و صاحب زمان مطلق حال، روان بیدار و رستاخیز یافته رهبران علمی، فلسفی و مذهبی جهان را وادار خواهد ساخت تا تمام ارزش‌ها و دستاوردهای علمی، فلسفی و مذهبی تمدن بشر را تا امروز با معیارهای ثابت و جاودان هستی که جز صفات مطلق نور نمیتواند باشد، مورد ارزیابی کامل و دقیق قرار داده و حقیقت واحد و مطلق نور وجود بخش خدا را که جوابگوی تمام سوالات بی جواب علمی، فلسفی و مذهبی بشر است، به حیث حقیقت واحد و مطلق تمام علوم و اندیشه های فلسفی، مذهبی و مطابق به عین بشر به رسمیت بشناسند. زیرا تمام افراد بشر تنها به رهبری حقیقت واحد و ذاتی خود و تمام پدیده های هستی می توانند برخلاف گذشته صاحب یک جانبینی واحد و مطابق به عین علمی، فلسفی و مذهبی شوند. تا این جانبینی واحد بتواند مانع کثرت اندیشه های شیطانی و خیالی بشر شده، ضامن صلح کل در میان تمام جوامع بشری باشد. پیشبینی چهارم، تغییر اساسی در روش عمل بشر و هدف نجات انسانیت از بحران کنونی. بیداری و رستاخیز روان بشر باعث خواهد شد تا تمام علوم و اندیشه های خیالی و خالی از حقیقت بشر که در طول هزاران سال علت اصلی سرگردانی کاروان علم و اندیشه بشر در سراب خیال بشر بودن و نمی گذاشتن تا آینه ذهن ناخودآگاه بشر محل ظهور نور حقیقت و معانی و یا تصویر مطابق به عین وقایع و حقایقی که مستقل از ما و در خارج از ذهن ما در یک حد و اندازه خاص و مطلق وجود دارند باشد. اما با شناخت علت اساسی سرگردانی کاروان علم و اندیشه بشر، انسان عصر حقیقت براحتی می تواند با نور حقیقت ذاتی خود که یگانه سلاح مؤثر بر ضد جهل، خرافات و ظلمت بیخبری بشر است، مسلح شده اولا آینه ذهن خراشیده شده خود را با سنگ معک حقیقت واحد هستی سیقل داده، آماده به تجلای معانی مطلق و ثبت روشن معلومات و معانی جدید آفاقی و انفسی ساخته، با فراخنای نظر و طرح نظریات مطابق به عین خود و همنوعان خود را از اسارت در زندان علوم و اندیشه های خیالی بشر رهایی بخشیده و با نور حقیقت ذاتی خیش نگذارند تا شیطان تمدن امروز بشر را هم مانند تمام تمدنهای بزرگ بشر در گذشته یک بار دیگر در سیاه‌چال‌های خیال و کثرت نظریات متضاد، نسبی و خالی از حقیقت بشر دفن کنند. پیشبینی پنجم، تغییر سیر کاروان حیات و تمدن انسانی. در کنگره بیداری و رستاخیز روان بشر، بعد از یک مناظره دقیق و عمیق میان خبرگان جهان، بالاخره صراط مستقیم که یگانه راه نجات و رسیدن به معراج انسانیت است، در مقابل کاروان تمدن و حیات کامل بشر به سوی جنات خدا و مدینه فاضله انسانی ظاهر و هویدا خواهد شد. زیرا با ظهور نور و حقیقت صراط المستقیم که با حقیقت واحد و ذاتی هر انسان کامل و صاحب زمان یکی است، انسان عصر حقیقت می تواند با نور ایمان به خدا بدون تشویش و سرگردانی در خم یک کوچه از هفت شهر عشق که به هدف رسیدن به سیمرغ و یگانگی به جز یک کوچه راست و مستقیم ندارد، براحتی بگذرد و به تمام اهداف مشروع و مطابق به عین خود برسد.
زیرا هر انسان کامل و هدایت شده در حقیقت ذاتی، فطرت انسانی و هویت روحانی خیش صاحب زمان و عالم کبیر است که تنها با نور حقیقت واحد و ذاتی خود میتواند باید نگاه در لوح محفوظ دل و فطرت بیدار خیش ببیند و بداند که حقیقت ذاتی تمام پدیده های جهان در گذشته، حال و آینده چیست و طور مثال در لوح محفوظ دل و فطرت بیدار خیش با یقین کامل میتواند ببیند و بداند که خدا در روز ازل با امر کن بدون آن که انفجار بزرگی در کار باشد خشت‌های اول ساختمان جهان مادی را با آرامش میلیون‌ها بار آرام‌تر از سقوط یک قطره آب در یک سطل آرام آب به صورت فوتون‌ها و یا نقاط متموج نوری خلق کرد. همچنان می‌تواند در زمان مطلق حال ببیند و بداند که در روز ازل دو جمع دو مساوی با چار بوده، امروز مساوی با چار است و میلیاردها سال بعد هم مساوی با چار خواهد بود، زیرا ازل و ابد در زمان واحد و مطلق حال به صورت بالقوا غرق است. همچنان در زمان مطلق حال با یقین کامل میتواند ببیند و بداند که تمام معانی و نتیجه گیری های علمی و عقلی که قایم به حقیقت واحد و مطلق هستی باشد مانند کلام خدا مطلق، جاودان و غیر قابل تغییر می باشد. پس با یقین کامل گفته می توانیم که هر کس می تواند با استفاده عینی، ذهنی و عملی از اصول مطلق علم حقیقت و فیزیک مطلق نور که توسط اکادمی جهانی حقیقت و محققین روشنگر افغان در این بشارت نامه به صورت بیاندازه خلاصه و فشرده به هر فرد بشر تقدیم شد، بعد از شرح مفصل آن در کنگره بیداری و رستاخیز روان بشر علما و دانشمندان جهان را قادر خواهد ساخت تا در چند سال آینده بتوانند به هزاران کشف مطلق علمی و تکنیکی کاملا جدید دست یابند که مساوی با تمام کشفیات انسانی در طول تاریخ تمدن بشر خواهد بود، که انسان کامل عصر حقیقت را قادر خواهد ساخت تا با استفاده از وجود این کشفیات جدید مدینه فاضله انسانی و آرمانی خود را در خارج از ذهن خیش در فضای صلح و آرامش کامل روحی و روانی خیش تعداد گذاری نماید. انشاءالله. پیشبینی ششم، تغییر جهت جنگ به سوی صلح کل در بین تمام جوامع بشری. در کنگره بیداری و رستاخیز روان بشر حقیقت بینان محقق افغان با پرده برداری از اسرار ظهور حقیقت واحد و مطلق نور وجود بخش خدا در آفاق و انفس تنها باعث از بین رفتن حکمت نظری و کثرت اندیشه های خیالی نسبی و متضاد بشر که علت اساسی جنگ در بین تمام جوامع بشری است خواهد شد، بلکه ظهور حقیقت واحد و مطلق نور نجات بخش خدا و صورت حرف الف در فطرت انسان کامل و صاحب سرنوشت خیش ضامن صلح در میان تمام ملل و جوامع بشری خواهد شد انشاءالله. پیشبینی هفتم، تغییرات اساسی در فیزیک کلاسیک، فیزیک نسبیت، فیزیک کوانتوم و فیزیک سوپرسیمتری. حقیقت بینان محقق افغان در کنگره بیداری و رستاخیز روان بشر با رد کامل نظریه خیالی و خالی از حقیقت انفجار بزرگ با اثبات این حقیقت مطلق که خدا در روز اول خلقت جهان مادی بدون آن که انفجاری در کار باشد فوتون‌ها و یا نقاط متموج نوری را با آرامش کامل به حیث خشت‌های اساسی ساختمان جهان مادی خلق کرد و بعد از این هم به صورت دوامدار خلق خواهد کرد. پس با یقین کامل
پیشبینی کرده میتوانیم که با افشای اسرار خلقت جهان مادی، چهره فیزیک کلاسیک، فیزیک نسبیت، فیزیک کوانتوم، فیزیک سوپر سیمتری و فکت‌های جدیدی را که علمای فیزیک و صورت خیالی به نام سوپر استرام به هدف تشریح اسرار خلقت جهان روی دست گرفتند، کاملا تغییر خواهد داد. پیشبینی هشتم، تغییر اساسی در فیزیک نظری و هدف نجات تمدن بشر از سقوط کامل در سیاه‌چاله های نسبیت اینشتین. در کنگره بیداری و نجات انسانیت از خواب خیال و ظلمت بیخبری، محققین روشنگر افغان وارد کامل نظریه نسبیت و اثبات این واقعیت که نظریه نسبیت عام و نسبیت خاص اینشتین کاملا خیالی و خالی از حقیقت مطلق علمی می باشد و بنابر همین علت اساسی است که نظریه نسبیت اینشتین تا کنون نه تنها نفعی برای انسانیت نداشته، برخلاف انتظار علم فیزیک را کاملا از حقیقت واحد ذاتی و صفاتی علم خالی نموده و علمای محترم فیزیک را در مدت 120 سال تمام در سراب سهرای خشک خیال اینشتین سرگردان کرده است. بنابراین محققین افغان رسالت دارند تا نه تنها علم فیزیک را بعد از 120 سال سرگردانی در سراب نسبیت رهایی بخشند. پیشبینی نهم، تغییر بزرگ و تکاملی در زبان، فرهنگ و ادبیات بشر. محققین روشنبین و روشنگر افغان کاملا آمادگی دارند تا در کنگره بیداری و نجات انسانیت با افشای مفصل اسرار ظهور حرف الف و عیس حقیقت واحد و ذاتی زبان، فرهنگ و ادبیات انسانی که متاسفانه امروز خالی از حقیقت ذاتی و زنده حرف الف می باشد، در لوح محفوظ دل و ملکوت روح و فطرت انسان کامل و صاحب زمان اظهار وجود و رستاخی صفاتی بخشیده در خدمت هر فرد بشر قرار دهند، تا با وسیله زبان، فرهنگ و ادبیات قائم به حقیقت واحد ذاتی و صفاتی خیش در عصر حقیقت بتوانیم رسالت انسانی و هویت کامل خود و ملت خود را با زبان ساده و روشن به تمام ملل جهان معرفی نماید. تا بعد از برسمیت شناختن قلبی هویت و حقوق انسانی هم دیگر و مساعد ساختن زمینه وحدت و همبستگی روحی، روانی و ذاتی بشر بتوانیم با تمام افراد بشر به معراج حیات و حقوق انسانی خود که خدا از روز ازل و صورت مساوی و هر فرد بشر لایق دیده و بخشیده است کاملا برسیم، زیرا ابلیس بعد از فریب دادن آدم و حوا باز هم توانسته با استفاده از ظلمت و بیخبری نفس آماره و ذهن ناخودآگاه اولاد آدم یک بار دیگر با فریب و تلبیس معلم ملکوت و صفات ذاتی بشر شدن و نمی گذارد که هر فرد بشر اولا حقوق انسانی خود را بشناسد تا به حقوق دیگران تجاوز نکند، چنانچه بنابر همین علت اساسی حق گرفتنی است ندادنی. پیشبینی دهم، تغییر اساسی در خودشناسی امروز بشر و هدف رسیدن به دموکراسی عینی. حقیقت بینان محقق افغان کاملا آماده هم تا در کنگره بیداری بشر با پرده برداری از هویت کامل روحی، روانی و ذاتی یک انسان کامل که هویت کامل حقیقت واحد و مطلق نور وجود بخش خدا می باشد، با افشای این حقیقت که عدد یک و یا واحد نه تنها حقیقت ذاتی و حسابی تمام پدیده های جهان است، بلکه یگانه کلید اسرار ظهور نور وجود بخش خدا در فطرت انسان کامل و هدایت شده به صفت دین توحید و آیین فطرت می باشد که خدا بر اساس آن هر فرد بشر را به صورت یک انسان کامل و هدایت شده
خلق کرده است. اما من خیالی و ذهن ناخودآگاه بشر که از هویت یک انسان کامل بی خبر است، به اندازه تعنای نظر و ظرف خالی از حقیقت ذاتی خیش، دین و آیین فطرت خود را به اندازه کوچک دانسته و متشکل از دستورات معدود و ساده می دانند، زیرا نمی تواند ببیند تا بداند، زیرا نمی تواند ببیند تا بداند که عظمت دین و آیین فطرت یک انسان کامل و هدایت شده مساوی با نظام کامل و قوانین حکومت مطلق الهی در سراسر عالم خلقت می باشد، که تسلیم و متابعت قلبی از آن برای هر فرد بشر یگانه راه رسیدن به آزادی زبان و اختیار عمل برای تعیین سرنوشت خیش می باشد، که می تواند انسان اصل حقیقت را به دموکراسی عینی برساند، که بدون شک حاصل تسلیم و متابعت یک انسان مؤمن از اوامر خدا و قوانین مطلق حکومت خدا در آفاق و انفس می باشد. پیشبینی 11 تغییر اساسی در ایمان خیالی و خالی از حقیقت بشر به هدف رسیدن به آرامش کامل روحی، روانی و ذاتی تمام افراد بشر. حقیقت بینان محقق افغان با پرده برداری از حقیقت واحد ذاتی، فطرت انسانی و هویت روحانی بشر که بدون شک باعث بیداری و نجات انسانیت از کابوس مرگ و تشویش خواهد شد، با یقین کامل می دانند که در عصر حاضر یگانه راه نجات انسانیت از بحران عمیق روحی و روانی خیش ظهور حقیقت واحد و مطلق نور نجات بخش خدا و صفت ایمان کامل در فطرت هر انسان مؤمن به خداست، که انسان عصر حقیقت را قادر خواهد ساخت تا با نور ایمان کامل به خدا و یقین مطلق علمی، عقلی و قلبی به ظهور حقیقت واحد نور نجات بخش خدا در فطرت بیدار خیش از کابوس مرد و تشویش از حال آینده مشهول خیش که زاده بی ایمانی و یا ایمان خیالی و خالی از حقیقت انسان بی خبر از خود و خدای خود می باشد رهایی یابد، تا در فضای وحدت و همبستگی با تمام مؤمنین جهان بتوانیم به آرامش کامل روحی، روانی و ذاتی خود برسیم. در غیر آن، کمبود آرامش روحی و روانی برای همیشه مادر تمام امراض ما باقی خواهد ماند. پیشبینی 12 تغییرات حیرت انگیزی که بعد از ظهور حقیقت واحد و زنده حضرت عیسی و تمام پیامبران توحید در عالم انسانیت با وجود خواهد آمد. حقیقت زنده حضرت عیسی و تمام پیامبران توحید و صورت حرف علف و یا آغاز و انجام ذاتی تمام پدیده های جهان در بیت المقدس دل و ملکوت روح و فطرت هدایت شده انسان کامل در زمان مطلق حال نزول کرده، تا به هدف نجات بشر از شر شیطان و نفس آماره خیش تغییرات حیرت انگیزی را در عالم انسانیت به وجود دارد، که به ترتیب زیل است. الف، تا روان مرده و بیخبر بشر را رستاخیز و حیات حقیقی ببخشد. ب، تا هر کس را بعد از محاکمه الهی در زمان مطلق حال و صورت عینی و حاصل اعمال خوب و یا بد گذشتهش برساند. ب، تا بتواند اندیشه و جنگ های صلیبی و تروریستی که زاده جهل بشر است و تا کنون باعث قتل میلیون ها انسان بیگناه و میمون به خدا شده است کاملا خاتمه دارد. ب، تا با تضاد اندیشه و جنگ های صلیبی و تروریستی که زاده جهل بشر است و تا کنون باعث قتل میلیون ها انسان بیگناه و مؤمن به خدا شده است کاملا خاتمه دهد. ت، تا در فطرت هر انسان کامل و بیدار عصر حقیقت ضامن صلح کل در بین تمام جوامع بشری باشد. پیشبینی 13
بسته شدن دستگاه فیزیک سر. بعد از افشای اسرار خلقت جهان با رد کامل نظریه انفجار بزرگ و نظریه نسبیت و شمول سیاه‌چاله‌های خیال انشتین با رد کامل نظریه کفرآمیز ذره خالق با معک حقیقت و اصول مطلق علم حقیقت که در این بشارتنامه توسط اعضای اکادمی جهانی حقیقت و محققین روشنگر افغان به حضور انسان عصر حاضر تقدیم شد، نه تنها چهره فیزیک کلاسی، فیزیک نسبیت، فیزیک کوانتوم، فیزیک سوپرسیمتری را کاملا تغییر خواهد داد، بلکه با اثبات خیالی بودن اهداف دستگاه فیزیک سر و سرگردانی 8000 دانشمند فیزیک که از سراسر جهان در سویر جمع شدند تا با مصرف بیهوده بلیون‌ها دلار با نظریات خیالی و خالی از حقیقت انفجار بزرگ، نظریه نسبیت و سیاه‌چاله‌های انشتین با نظریه ذره خالق که جز جولان خیال و نظریات کاملا به اساس چند نفر عالم نما نیستند، می‌خواهند جامعه حقیقت ذاتی، واقعیت مادی و یا لباس علمی بپوشانند خاتمه داده خواهد شد. همچنان به ظهور هویت کامل حقیقت واحد هستی و طلوع شمس وحدت در هویت کامل انسان صاحب زمان و ما واضح و روشن خواهد شد که سال 2014 آخر زمان نسبی و جهان خیالی بشر بوده و سال 2015 آغاز عصر حقیقت و بیداری بشر از خواب خیال و رستاخیز روان بشر از بستر مرگ و ظلمت بیخبری است. پیشبینی 14 همنظر شدن تمام ادیان توحیدی بعد از ظهور حقیقت واحد و مطلق نور وجود بخش خدا در فطرت هر انسان کامل و صاحب زمان. با ظهور حقیقت واحد و مطلق نور وجود بخش خدا به صورت حقیقت ذاتی حرف الف در بیت المقدس دل هر انسان کامل و صاحب زمان، بالاخره پیروان تمام ادیان توحیدی هم نظر شده و با یقین کامل خواهند دانست که از جانب خدا مبعوث شدن پیامبران توحیدی و ابراهیمی بیداری و نجات هر فرد بشر از خواب خیال و ظلمت بیخبری از خود، خدای خود و اسرار خلقت جهان به هدف رسیدن به معراج حیات انسانی است، نه کمتر از آن. پیشبینی 15 احوال پیروان دین هندو و دین بودایی بعد از رستاخیز روان هر فرد بشر. بعد از رستاخیز روان هر فرد بشر، پیروان دین هندو و دین بودایی با ایمان کامل علمی، عقلی و قلبی خیش تصدیق خواهند کرد که در آفاق انفس به جز یک دین به حیث حکومت مطلق خدا نمیتواند وجود داشته باشد. پیشبینی 16 تغییر کامل در سیستم‌های کهنه بانکی و اقتصادی جهان بعد از رستاخیز روان هر فرد بشر. بعد از رستاخیز روان هر انسان کامل و صاحب زمان، تمام سیستم‌های کهنه بانکی و اقتصادی بشر به هدف نجات انسانیت از بحران عمیق اقتصادی، جای خود را به مکتب اقتصاد پر از عدل و انصاف الهی خواهد داد. مستان حسن جانان تا پرده ها دریدند، مولان رزن شب خلقی بخون کشیدند. مستان حسن جانان تا پرده ها دریدند، مولان رزن شب خلقی بخون کشیدند. تا فیلسوف نمایان دام خیال بستند، تا فیلسوف نمایان دام خیال بستند، مرغان بی خبر را
هر گوشه سر بریدند، صد کاروان تحقیق، صد کاروان تحقیق در بند ظلمت افتید، تا عاشقان توحید گولان شب دریدند. با نور شمس توحید لا وش غیر الله، از راه لا اله رضوان به حق رسیدن. مردان عشق و عرفان مست از حقیقت جان، مستانه راز گفتن، راه سفر بریدن. عالم جمال جان دید عالم به نور توحید، عالم جمال جان دید عالم به نور توحید. مردان باب باخته جان را به جان خریدن. تعداد علم مطلق اوصاف نور گردید، از موج نور وحدت کثرت عیان بدیدن. از تمام پاسداران انسانیت خواهشمنده تا در حصه ترجمه و نشر این بشارتنامه توسط رسانه ها و نشرات دست جمعی الا دایر شدن کنگره بیداری و رستاخیز روان بشر با ما همکاری نمایند. با احترام، استاد خلیل فیصل، رئیس اکادمی جهانی حقیقت و سخنگوی حقیقت ذاتی انسان کامل و صاحب زمان.